നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ നിന്നും തുടങ്ങി തന്ന അലി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയൊരാത്മീയമായ നേതൃത്വം നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇല്ലായ്പ്പ അള്ളാഹുബേ അവിടുത്തെ പാലത്തിൽ നീ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വരണം. അള്ളാഹുബേ നിങ്ങളെല്ലാം നീ മൊത്തത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അവർക്ക് നീ ഒരുപാട് വലിയ പദവികൾ കൊടുക്കണേ, ഒരുപാട് പദവികൾ നീ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കണേ, ഒരുപാട് പദവികൾ നീ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് തക്കുവ നൽകണേ റഹ്മാനെ, തക്കുവ നൽകണേ റഹ്മാനെ, തക്കുവ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പ്രിയമുള്ള നമുക്കെല്ലാം കൂടി ഇനി ഒരുമിച്ചുകൂടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഒരു യാസീൻ എല്ലാവരോടും ഓതുക, നമുക്ക് ദ്വാരന്നിട്ട് കഴിയാം. അല്ലാഹു തആല അവിടുത്തെ പരലോക ജീവിതം സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും യാസീനോ നമുക്ക് അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുക. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖളായിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തിട്ട് നിൽക്കാൻ പ്രയാസമൊക്കെ ഇരിക്കാം. എന്നാലും നമുക്ക് ഈ മജ്ലിസ് ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിട്ട് പിരിയാം. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم مغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون لأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال من الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكثه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم منا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نهرا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس لنا يا رحمن. اللهم لا باب من الله الذي قرط لنا يا رحمن. اللهم اتنا بذنبنا جنبنا القلب المحبة وردفت لنا يا رحمن. اللهم ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാനായിട്ടില്ലാത്തവിധം ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് തുടങ്ങിത്തന്ന് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ദുആ ചെയ്തു തന്ന ഉസ്താദ് അവർകൾ അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ യാത്ര സ്വർഗത്തിലേക്കാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗത്തിലേക്കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വഴുത് പറയാൻ നേരം അവിടുത്തെ കൈപിടിച്ച് ചുംബനം നടത്തിയത് അവസാനത്തെ ചുംബനമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല. അല്ലാഹ്, നീ അവിടുത്തെ ദർജന ഉയർത്തിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് അവിടുത്തോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ ഇത് അവസാനത്തെ ഭക്ഷണമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ദുആ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നൊരല്പസമയം മുമ്പ് ഞങ്ങളോട് ഇറങ്ങി മജ്ലിസിൽ നിന്ന് പോയതാണ്. നിന്റെ ഖളാഖ് പടച്ചവനെ പരലോക ജീവിതം സ്വർഗീയമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടിമകളാണ്, നീ വിളിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ വരേണ്ടവരാണ് അല്ലാഹ്. ഉസ്താദ് അവർകളുടെ പരലോക ജീവിതം നീ സ്വർഗീയമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഉസ്താദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് മൊത്ത നബിതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വഴുത് പറയുന്ന തുടക്കത്തിൽ യാ റബ്ബി ബിൽ മുസ്തഫ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോ ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം കൈയുയർത്തി മുഖം പൊത്തുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ കൽബിൽ വലിയൊരു ചിന്തയുണ്ട്, ഇവരുടെ ഒക്കെ വലിയ മഹബത്താണല്ലോ ഇത്. അല്ലാഹുവേ, അതുകൊണ്ട് മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ ജിവാറിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ, അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള കബറാക്കണേ അല്ലാ, അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള കബറാക്കണേ അല്ലാ, അവരെയും ഞങ്ങളെയും നാളെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ആരുടെയൊക്കെ പേരിലാണോ ഇന്നിവിടെ തെറിയിൽ ചൊല്ലിയത്, ഇപ്പോഴിവിടെ അസീൻ ഓതിയത്, അല്ലാഹു ഉസ്താദ് അവർകളുടെ ബർദഖിയായ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ഹദീ ചെയ്യുന്ന ഖുർആനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, മലക്കുകൾ റൂഹം കൊണ്ട് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഈ ഖുർആനിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഔലിയാക്കളുടെ അറവാഹുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഔലിയാക്കളുടെ അറവാഹുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, ഈ മരണവും എല്ലാ മരണങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും നന്നാവാൻ കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നീ വിളിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളും വരേണ്ടവരാണ്. ഞങ്ങളെ സാഹിബാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്, സാഹിബാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. തഖ്വയുള്ള ജീവിതം തരണേ അല്ലാഹ്. ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകൾ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ പരലോക ജീവിതം നീ സ്വർഗീയമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ അറുവാളുകളുടെ ലോകത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടേക്ക് സ്വർഗീയ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ആർക്കും ഒരു ഭാരമായി ഒരു നിമിഷം പോലും നിൽക്കാതെ അതാ അവസാനവും ദീനിന്റെ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് പോയത് വലിയൊരു ശുഭലക്ഷണമാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഉസ്താദ് അവർകൾ അവസാന നിമിഷം വരെ ദീനിന്റെ ഹിദ്മത്തിലായിരുന്നു. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ മറുതമ്പിയായ ജീവിതം സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അതാ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്നവര് നീ വേഗം വിളിച്ചു പോകുന്നത് കാണുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ആക്ഷേപത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. തഖ്വയുള്ള ജീവിതം തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽ ജംഅനാ ജംഅന മർഹൂമാ വതഫർഖനാ മിൻ ബഅദി തഫർഖൻ മഅസൂമാ. اللهم لا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا.
وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുകയും ഉമ്മമാരൊക്കെ ഖുർആൻ ഓതുന്ന, നന്നായിട്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്ന വല്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവല്ലോ, നിങ്ങളൊക്കെ ഹദ് മോദി ഹദീ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെങ്ങനെ, തഹ്ലീലിൽ ചൊല്ലി ഹദീ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെങ്ങനെ, ഉസ്താദ് അവർക്ക് നമുക്ക് എന്താണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാവരും.